خب بسم الله الرحمن الرحیم، لکچر اولی هست و لکچر اولی از SQL. این قسمت درباره SQL گپ میزنیم که SQL چی هست، چی نوع یک زبان هست، از چی گرفته شده، چطور تلفظ می شود و در زمان کدام کارها را انجام می دهد. خب SQL، معرفی SQL در اینجا این هست که SQL از Structured Query Language گرفته شده است. SQL از Structured Query Language گرفته شده است و این زبانی هست که به خاطر اکسس کردن دیتا در یک ریلیشنال دیبیمیس استفاده می شود. یعنی به خاطر اکسس کردن دیتای ریلیشنال دیبیمیس ما از SQL استفاده می کنیم. SQL یک زبان برنامه نویسی نیست، یعنی زبان پروگرامینگ نیست، بلکه زبانی هست که به خاطر اکسس کردن دیتا در یک ریلیشنال دیبیمیس استفاده می شود. همچنان این زبانی هست که به خاطر اداره و کنترل کردن دیتا در یک ریلیشنال دیبیمیس استفاده می شود. یعنی زبان برنامه نویسی و پروگرامینگ نمی باشد، بلکه زبان هست که به خاطر اکسس کردن دیتا در یک ریلیشنال دیبیمیس استفاده می شود. خب SQL در اینجا بیشتر یادآور شدیم که SQL از Structured Query Language گرفته شده و می توانیم این را طور تلفظ کنیم که SQL و یا زیادتر جا به نام SQL یاد می شود. SQL و یا SQL. خب به هر صورت خب زبانی هست که به خاطر اکسس کردن دیتا استفاده می شود. می در این قسمت بعضی وظایفش را مشخصا ذکر کردیم، یکی SQL کدام کارها را انجام داده می تواند. در قسمت اول این هست که توسط این زبان ما می توانیم کیوری های مختلف را در مقابل دیتابیس اجرا کنیم، یعنی کیوری های مختلف را رن کرده می توانیم و در مقابل دیتا را از DBMS یا ریلیشنال DBMS اکسس کرده می توانیم یا به او دسترسی پیدا کرده می توانیم، یعنی با استفاده از کمند های SQL این کار صورت می گیرد. چیز دیگری که در اینجا ذکر شده ای است که SQL می تواند به خاطر ریتریف کردن دیتا از یک ریلیشنال DBMS استفاده شود، به خاطر ذخیره کردن دیتا در یک ریلیشنال DBMS و به خاطر اپدیت کردن دیتا و یا حذف کردن یا دلیت کردن دیتا از این زبان استفاده می شود. همچنان در قسمت پایین چیز دیگر هم ذکر کردیم، یعنی SQL توانایی دیگر SQL این هست که ما می توانیم توسط از این زبان یک دیتابیس را کرییت کنیم، یعنی یک دیتابیس جدید را ایجاد نماییم و بعدا در داخل دیتابیس خود آبجکت های مختلف را کرییت کنیم. من جمله مثلا تیبل را کرییت کنیم، مثلا استور پروسیجر را کرییت کرده می توانیم که ویو ها را بسازیم یا ایجاد بسازیم و غیره. هر آبجکتی که باشد، تریگر باشد و غیره، ما می توانیم که در دیتابیس بعدا توسطی از این زبان اضافه کنیم. خب یک وظیفه دیگری هم در اینجا SQL دارد و اوی است که توسط SQL ما می توانیم که پرمیشن های مختلف را وضع کنیم، یعنی پرمیشن را وضع کنیم بالای خود دیتابیس، وضع کنیم بالای آبجکت های دیتابیس وضع کنیم. خب بالای آبجکت هایش قبلا ذکر کردیم که آبجکت هایش مثلا تیبل هست، ویو هست، تریگر هست، استور پروسیجر و غیره. اینها آبجکت های دیتابیس نامیده میشن. بالای از اینها ما می توانیم که قیدات وضع کنیم یا پرمیشن های مختلف را نیز وضع کنیم. خب چیز دیگری که در اینجا ذکر گردیده و ایست که there are lots of DBMS systems، یعنی ما DBMS های مختلف داریم. DBMS اصلا از Database Management System گرفته شده و یک سافتویر هست، سافتویری هست که به خاطر ذخیره کردن و پروتکت کردن یا محافظت کردن و در ضمن زمینه دسترسی به دیتا را مساعد می سازد. خب هر DBMS که باشد، زبانی که در او اکثرا زبان همه، یعنی اکثرا DBMS ها دارای یک زبان مشترک هستند، او زبان مشترک را چی می نامیم؟ زبان مشترک SQL هست. خب این زبانی هست که در بین اکثر DBMS ها مشترک است، از 70-80% از 70-80% این زبان در بین اینها، یعنی بیانیاتشان بینشان مشترک است. یعنی به این معنا که اگر یک DBMS یا دیگر DBMS را ما مطالعه کنیم و ببینیم بیانیاتی که در اونجا استفاده میشن، بیانیاتی هستن که ما در دیگر DBMS ها هم استفاده کرده میتونیم، تنها بعضی بیانات شاید تغییر کند و هم بنابر این که DBMS ها فرق میکند و کمپانی ها هم فرق میکند و بعضی هر کمپانی از خود بعضی استیتمنت ها و بیانیات دیگر را ذکر میکنند. خب مثلا DBMS چی؟ در اینجا مثال های DBMS را ذکر کردیم. اولی که SQL سرور،
SQL سرور یک دی بی ام اس هست، یعنی او سافتویری هست که به خاطر ذخیره کردن، حفاظت کردن و زمینه دسترسی را برای تا مساعد می سازد. ورشن های مختلف دارد، مثلا انترپرایز هست، دیولپر هست و اکسپریس هست. من جمله اکسپریس ایدیشنش که هست که ای فری آف کاست هست، یعنی اوپن سورس هست، بدون از اینکه پول پرداخته شوی از استفاده مردم کرده می تواند و استفاده می کنید. دی بی ام اس دیگری که ما داریم که اکثرا در وبسایت ها از استفاده می شود و در بک‌گراند به خاطر ذخیره کردن دیتا، او مای سیکوئل هست، یعنی اردوش مای سیکوئل و اوراکل اینها یک کمپانی علیحده هستند که بعدا سن مایکرو سیستم هم با کمپانی پیوست. خب در اینجا مای سیکوئل که هست دی بی ام اس هست که هم اوپن سورس هست، یعنی فری آف کاست هست، از این هم میتونیم استفاده کنیم. دی بی ام اس بعدی که در اینجا پرادکت مایکروسافت میباشد و مایکروسافت اکسس هست. پرادکت بعدی در اینجا هست IBM دی بی 2 هست، سی بیس و غیره. این همه دی بی ام اس های هستند که به خاطر ذخیره کردن، حفاظت کردن و زمینه دسترسی به دیتا را مساعد میسازند. و گفتیم که در بین اکثر این دیبرنس ها یک زبان مشترک وجود دارد و زبان مثلا اسکویل هست و بیشتر یادآور شدیم که از 70-80% بیانیات یا مستیتمنت ها بین از این دیبرنس ها مشترک هست. و در این بخش بیشتر فوکس یا بیشتر تأکید ما که هست بالای چی هست؟ بالای اسکویل سرور هست و اسکویل سرور رو مطالعه میکنیم در بخش دی بی ام اس. و مهم در این که اسکویل سرور که هست بر علاوه اسکویل یک چیز دیگر هم دارد و او عبارت از تی اسکویل هست. تی اسکویل از چی گرفته شده؟ تی از ترانزکت گرفته شده، یعنی ترانزکت اسکویل، ترانزکت اسکویل گرفته شده. خب چی مشکل؟ خب از ترانزکت اسکویل گرفته شده و ترانزکت اسکویل در حقیقت یکی از ویژگی های اسکویل سرور می باشد. یعنی بر علاوه اسکویل بعضی فانکشنالیتی های دیگر را هم در آن علاوه کرده می دانند توسط تی اسکویل و این بخاطر اون بخاطر اضافه کردن فانکشنالیتی ها از آن استفاده می شود. خب مهم در اینجا چیز دیگری که ما داریم در این قسمت و عبارت از اسکویل کمند هست، یعنی کمند هایی که در اسکویل استفاده می شود، کدام کمند ها را ما داریم یا کدام دستورات را ما داریم. اول چیزی که ما داریم و زیادتر استفاده می شود این است که DDL کمند برش میگیم. و DDL کمند از چی گرفته شده؟ DDL از Data Definition Language گرفته شده، از Data Definition Language گرفته شده و این در حقیقت اون دستورات هستن یا کمند های هستن که به خاطر ایجاد کردن، حذف کردن و در زمان تغییر وارد کردن و رینیم کردن یا تعویض نام کردن یک دیتابیس و دیتابیس آبجکت ها استفاده می شود. یعنی ما می تانیم توسط از دیتابیس را کریت کنیم، توسط از می تانیم یک دیتابیس را دلیت کنیم یا حذف کنیم و توسط از می تانیم که در دیتابیس تغییرات بریم که نامش را تغییر کنیم یا وغیره و می تانیم که رینیم بسازیم. نه تنها دیتابیس را بلکه می تانیم توسط از آبجکت های دیتابیس را هم تغییرات در آن بیاوریم یا ایجادشان کنیم. مثلا تیبل باشد، ویو باشد، استور پروسیجر باشد، تریگر باشد. اگر می ساختیم از کلمه کریت استفاده می شود، اگر حذف می کنیم با در صورت از کلمه دراپ استفاده می شود و اگر تغییر می خواستیم وارد کنیم از التر استفاده می کنیم. پس این کمند های هستند که زیادتر استفاده می شود و DDL کمند هستند. مهم بخش دوم چیزی که هست یس DML کمند هستند. DML از دیتا مانیپولیشن لنگویج گرفته شده، دیتا مانیپولیشن لنگویج گرفته شده و ای او کمند های هستن که به خاطر اکسس کردن دیتا، ای که ما دیتا رو چطور انتخاب کنیم، مثلا از سلیکت استفاده می کنیم که به خاطر فیلتر کردن استفاده می شود، مثلا از اپدیت استفاده می کنیم ای که ما دیتا رو اپدیت کنیم و به خاطر از اینکه دیتا رو وارد یک دیتابیس آبجکت بسازیم، به خاطر از اینکه ما دیتا رو حذف کنیم در یک دیتابیس و آبجکت های دیتابیس. پس از کدام کمند ها استفاده می کنیم؟ از DML استفاده می کنیم. DML گفتیم از دیتا مانیپولیشن لنگویج گرفته شده. اولش چی هست؟ سلیکت هست، به خاطر سلیکت کردن و این کمند به خاطر از استفاده می شود که توسط از ما می توانیم که دیتا را سلیکت کنیم یا فیلترینگ صورت بگیره. یا خب وظایفش را بعدا می بینید که چی وظایف داره. سلیکت اینها را باز بعدا به دیتیلز می خوانم ان شاء الله.
و اپدیت اگر میکردیم از اپدیت انزرت میکردیم از این استفاده میکنیم به خاطر وارد کردن دیتا و اگر حذف میکردیم دیتا از دلیت استفاده میکنیم. پس این کمانت های هستن که در دی ام ال داریم و بیشتر استفاده میشوند. خب در بخش بعدی انشاءالله بخشی هست که پرکتیکال آغاز می شود، ای که چطور می توانیم در اسکویل سرور کار کنیم، چطور می توانیم تیبل ایجاد کنیم توسط از این کمانت ها، چطور می توانیم باز تغییرات در آن وارد کنیم، حذفش کنیم، تغییرات در آن وارد کنیم، رینیم بسازیم و همچنان چطور می توانیم که از دی ام ال کمانت ها در اونجا استفاده شود، یعنی سلیکت، اپدیت، انزرت، دلیت در اونجا استفاده شود. خب اینها رو انشاءالله با دیتیلز می خوانیم، فعلا اینقدر درس کفایت میکنه، انشاءالله بعدا باز در کلاسی بعدی میبینیم. خداحافظ.